ترکه. توی دختر خاله؟ سلام. اینجا چی کار میکنی؟ اومدم شم نظر کنم برای تو. واسه من؟ من چمه؟ هیچی، واسه اینکه تو دست از قمار بشوری و یه چیزی بشی. نکنه کلت بود دود گرفته، اینجا خالیه دختر. چهار تا شم نیمسوز و یه آینه شکسته و یه دست حلبی چی کار میتونم بکنم؟ من آلوده قمارم و پاکم نمیشم. اگه تو بخوای میتونی، همونطور که کریم تونست، مگه نه؟ آره درسته، اما اون کریم بود. آخه مگه اون چی داره که تو نداری ها؟ اون خیلی چیزا. گوش کن تو وسط بگم، یه روزی هر دومون مثل هم بودیم، دو تا قمار باز، اما اون حالا خیلی سره. هیچ وقت هم سوا نمیشدیم. تو هر قماری یه تاس من میریختم یه تاس اون. نمیدونی واسه خودمون چه عالمی داشتیم. کت هرچی قمار بازه بسته بودیم، واسه هم جون میدادیم. تو یه محل آدم نبود بتونه چپ به ما نگاه کنه یا واسه همون جس بیا. تو دعوا ما پشت به پشت هم بودیم، یه مش من میزدم یه مش اون. خلاصه دعوامون با هم، عشقمون و عیش و نوشمون با هم، بیکاری و دربدری و علافیمون با هم، اما همه اینا یه روز به هم ریخت. اون روز هر دومون داشتیم بازی میکردیم. نمیدونم، راستش نمیدونم چطور شد که کریم پشت رفت خونه، ولی من بازم تاس ریختم. هی پول بود که میومده میرفت، اسکناس بود که تلمبار میشد و هی باد میبردش، تا اینکه پسر کلسن نجار اومد در گوش من یه چیزی گفت. اون گفت آقا میتی، بابات حالش خیلی خرابه. همه ای پولا و تاسا رو ریختم، مثل دیوونه ها دویدم، از تو خیابونا، لابلای ماشینا، وسط آدما، خلاصه هیچی حالیم نبود. فقط خدا خدا میکردم زودتر برسم خونه ببینم بابام چشه. وقتی رسیدم دلم داشت قفسه سینم میزد بیرون. یهو دیدم بابام تو تخت خوابش دراز کشیده، همچی که منو دید به زحمت گفت پسرم اومدی؟ بیا الان حرفم با کریم تموم میشه. خب جوابمو بده کریم، اون قولو به پدرت میدی؟ آره تکون نخور، من قول میدم هرچی تو بخوای، دیگه قمار نمی کنم، قول میدم. چه راحت شدم. بیا جلو پسرم، اونجا کورانه، سرما میخوری، دیگه داره تمام میشه. زندگی مثل قمار، همه سرش باخت. بیا جلو پسرم. مهدی بیا جلو بریم، پدر چی میگیره؟ بچه من چیزی نیست مادر، تو یه دقیقه برو بیرون، خوب نی پیشش گریه کنی. پشو مادر، پشو مادر. آب مهدی جون، آب، من تشنمه. الان برات میارم. الان من کلید صندوقچمو دادم به کریم، به تو چی بدم؟ سب کن ببینم چی دارم. نه این نیست. تو